حجامت یه داروه، روش درمانی نیست که هر کی از راه رسید لختش کنی بگی باید بشینی حجامت بکنی. ببین میخوام راجع به حجامت یه بحثی رو بهت بگم که جالبه. شما یعنی من خودم حداقل فکر میکنم 5000 نفر رو حجامت کردم. خب چند تا کتابم ترجمه کردم، اصلا یه کتاب نوشتم قانون بو علی سینا رو مجبور شدم فکر کنم 3 بار یا 4 بار روخونی کنم کامل که ببینم این آقا کجا گفته حجامت بکنید. بالاخره منبع دیگه، یه مرجع بزرگ علمیه، فقیه بوده، فیلسوف بوده، عارف بوده، به علوم غریبه آشنا بوده، متدین بوده، طبیب توانمند بوده و دیگه بالاخره شناخته شده است. میدونید موضوع اینه که وقتی من این کتابو نوشتم حجامت در قانون، یعنی قانون بو علی سینا، دیدم اصلا خیلی جایی آنچنان عنوان نشده و بعد از فهوای کلامش و توضیحات واضحش مشخص بود که حجامت رو یک روش درمانی نمیدونه، یکی از داروهای طب سنتی محسوب میشه. مثل این میمونه که شما سنگ کلیه داری، درد داری یا حالا هر درد دیگه، میری بیمارستان نمیگن آقا بیا سریع بگی بخواب شما یه دوتا مورفین بهت بزنیم، که اول بهت مسکن میدن، اگه عمل نکرد مسکن قوی تر میدن، بعد مسکن شاید تزریقی استفاده بکنن، اگر جواب نداد میگن که شما بیا از یه دوز پایین مورفین شروع میکنن که دردتو ساکت بکنه. این یه روندش سعودیه، پلکانیه. حجامت چون یه داروه و داروه بسیار قوی هم هست، طبع سرد و خشکی هم داره، اصلا برای همه مزاج و بیماری ها توصیه نمیشه، به تنهایی هم معمولا توصیه نمیشه، باید یه سری درمان و دارو و پرهیز و چیزهای غذایی انجام بدی، داروهای گیاهی مفرد یا ترکیبی استفاده بکنی. اگر نتیجه نگرفتی حجامت میکنن، این به صورت کلی. حالا اصلا کسی که میخواد حجامت بکنه درستش اینه که از بچگی حجامت انجام بشه، باید حتما گوشش تیغ بخوره، چه زردی داشته باشه بچه چه نداشته باشه اصلا فرق نمیکنه. حجامت دوم و سوم هم میتونه از لاله گوش باشه، بعد حجامت بعدی بچه روی باسنه. توجه کردی؟ اصلا حجامت عام که بین دو کتفو میندازن غلطه. حجامت عام اصلش 4 انگشت پایین تر از سرشونه هاست. من اینا رو به کی باید بگم دردمو؟ بعضیا زالو رو بهتر میدونن، به خاطر آنزیم های زیاد میگن 105 تا 110 تا آنزیم فرانسوی ها کار کردن و آلمانی ها شناسایی کردن که مایه روان کننده داره، رقیق کننده خون داره، ضد عفونی کننده داره، چی چی چی، و اینا کمک میکنه که مثلا بهتر جواب بده. اینجوری نیست، نظر ما اینه که شما باید از عناب و زرشک و اینا استفاده بکنید برای رفع کندی خون و غلظت خون، و حجامت هم در جای لازم پس از این که داروها مصرف شد توی بخشی هم میتونید از این دارو هم استفاده بکنید، به تنهایی توصیه نمیشه. پس این نظر من بود راجع به حجامت، که شک و شبهه برطرف بشه و اینی که چه افرادی میتونن انجام بدن، از چه موقعی هم اصولی و درستش رو برات توضیح دادم. حالا انواع حجامت ها رو داریم. مثلا فرض بکنید که من بچه که بودم، یه خاطره بذار برات بگم، حالا اسم نمیبرم، یه 12-13 سالم بود، یه آدمی که الان خیلی مشهوره، این به واسطه یه آشنایی مثلا اومد برای عیادت من، برای ویزیت من، و من پلک میزدم اینطوری چشما به هم میزدم، نمیدونستیم چیه. که گفت آره نمیدونم، سوسیس کالباس نخور، نوشابه نخور، زیتون بخور، بعد پشت گوشاش هم بیا حجامت کنید. آقا حجامت کردن، این موهای ما سفید شد. و بعد من که این کتاب رو 10 سال بعد که مثلا وارد کار تحقیقات و طب سنتی و دانشگاه و اینا شدم، فهمیدم که داشتم میخوندم دیدم نوشته که حجامت از پشت گوش خیلی خطرناکه و خطر رعونت و سفیدی مو رو داره. سفیدی موش که اومد، رعونتش هم نمیدونم بود یا بعدن اومد. رعونت یعنی حماقت، یعنی احمق میکنه آدمو. بعد فهمیدم اون بنده خدا اصلا که خیلی میگم خیلی مشهورم هست، اصلا الان شاید حالا مطالعه داره اینا، ولی اون موقع اصلا فهمیدم واقعا اطلاعاتی نداشته، یه چیزی یه جای دیده مثلا یه کاری انجام داده. توجه کردی؟
بعد به خاطر همینه که بعضی وقتا یه نقدایی دارم به بعضیا، دلیلی دارم براش. اصلا اینا الان کاسبی شده، یعنی هر کی از راه میرسه توی مطب میره میگن آقا اجامت کن، فست کن، سیادونه بخور، نمیدونم شده مکتب سیادونه عسل. مثلا بی جهت نمیگم، فکر نکنید من مثلا میخوام از خودم تعریف بکنم یا یکی دیگر رو بکوبم. یه نقد واقعا اصل اصولش مردم شاید ندونن. وقتی شما کتاب قانون که کتاب مرجع بزرگ تدریس میشده تو اروپا، نمیدونم چی اینا مطالعه میکنی، میبینید مثلا نهایتش توی چند هزار صفحه کتاب، 5-6 هزار صفحه کتاب، 70-60 جا مثلا اعلام شده که آقا تو این موارد در کنار داروهای دیگه شما میتونی حجامت بکنی. خب پس طبیعیه که من وقتی هر کی از راه میرسه طرف میگه که آقا بیا حجامتش بکن، معلومه که آره اینجوریه. خلاصه حالا دمت گرم، بزن دیگه، فرق زیر کتمونو بگیرید.